به نام آن که ما را جسم و جان داد، توان گفتن و کام و زبان داد. سلام بینید آی عزیز و نهایت گرامی، بار دیگر خدای منان و سپاسگزاریم که ما توفیق نهایت کرد تا از طریق برنامه خودم میسازمت مهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما عزیزان باشه. بله، این بار آمدیم به ناحیه پنجم، گذر سرحدیره و یا گذر G1، و میخواییم ببینیم که در سرحدیره چه دستاوردهایی را وکیل گذر و شورای منطقه انجام داده و به تصویر بکشیم و شما را با خود تا اخیر این برنامه داشته باشیم. تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. بله بیننده از منت کرامی، در نایه پنجم هستیم و منطقه سرحدیره در کنار وکیل سرگذر این منطقه های محمد امین عظیمی، و میخواییم که امون سوالات مقدمتی عمومی که در برنامه هست مطرح بکنه. جناب آقای امینی، اگر اشاره بکنین چرا منطقه شما رو به نام سرحدیره میگن؟ گذر سرحدیره کست در اصل به نام گذر سرحدیره است. بله. متاسفانه مردم به نام دال یاد میکنن، به نام سرحدیره میگن. چون سرحدیره کست فکر میکنم به قدامت داره برای قبرستانی ها بوده، در زمان قدیم قبرستانی بوده، چون که زیارت مولوی عبدالرحمن جمی در سایه قرار داره. دیگه در این طرف ما و شما مولوی چیز باید کاشفی قرار داره. اینا که بوده تحت سلطه همینا بوده که چون به نام سرحدیره مسمی میشه. بله، اگه اشاره بکنین که در منطقه که تحت پوش شما هست چه تعداد خانوار سکونت دارن؟ در منطقه سایه مسئولیت ما کست تقریبا در حدود 1250 فامیل سکونت داره که عبارت از تقریبا 12000 نفر نفیس میشه، زن و مرد. بسیار خوب. جناب وکیل صاحب، منطقه سرحدیره محدود به کدام حد است؟ در همجواری شما کدام گذاره قرار داره؟ منطقه سرحدیری ما کست از طرف شمال میخوره به ترمینال مسافربری 330 تا امو کوئلا. بله. از طرف غرب میخوره به فلکه مولوی عبدالرحمن جمی، از طرف شرق میخوره به گذر 64 متره قردرواز، و از طرف جنوب هم میخوره به گذر وایز کاشیفی میخوره. بله بله، تشکر از شما. موافق هستیم بریم بقیه گذر شما رو دیدن بکنیم؟ بله، چرا نه. بفرمایید با هم دیگر بریم. بفرمایید. گذر سرحدیره یا گذر G1 که جدیدا نامگذاری شده، یکی از گذرهای بسیار قدیمی شهر هرات هست، همونطوری که بیشتر وکیل سه گذر هم اشاره کردن، و براستی خالی از شگفتی و اهمیت نیست که بیشتر او کسایی که معلومات ندارن یا آشنا نیستن بیشتر با این گذر آشنا بشن. یکی از موضوعاتی که میتونه بیشتر آشنا بکنه تابلوی ورودی گذر، تابلوی کوچه های فرعی و پلاک خانه است که ما میتونیم بر آدرس ها و مناطقی که میخواین خیلی راحت اشراف داشته باشیم و خیلی زود بتونیم با تسهیلات این پلاک و آدرس ما بتونیم به مرایی که میخواین و هدفی که میخواین برسیم. اما آیا تابلوی ورودی گذر، کوچه های فری و پلاک در منطقه سرحدیره وجود داره یا خیر؟ از زمان وقتی سب گذر میشتیم، گذر سرحدیره کسته از داخل جاده آزادی که شروع میشه الا 64 متره کوچه ما کلن تابلو داره نامگذاری شده، و این کوچه های فری هم که شما میبینیم اینا انشالله تحت پلان و انشالله به دکری فرصت اینا قرار برای ما نامگذاری شد و پلاک بندی شد. بله، یعنی منتظر انجینری برنامه به اصطلاح چی هست؟ شاروالی هست؟ بله، سروی شده کلن خلاص شده بسیار. تابلوی ورودی هم ما مشاهده نکردیم، تابلوی ورودی هم نداریم؟ تابلوی ورودی هم نداریم، هم زیرا کار انشالله که برای ما بعد کردن انشالله به دکری فرصت. اگر تابلوی ورودی ره مثلا شاروالی از زود تصمیم نگیره، چون تابلوی ورودی یک چیز عمومی است و نام منطقه و گذرش مشخص است، ایره وعده میکنین که بخیر مثلا برای چند روز بعد خودتان ایره نصب کنین یک تابلو ره؟ حتما انشالله. یعنی چند روز بعد میتونیم مراجعه کنیم؟ یک هفته، در روز دیگه. یک هفته بعد، نهایت در روز بعد. بله، که اگر بسیار این متوجه نشدن باز خود ما ایره حتما انشالله. بسیار خوب. پس با این حال تعهدی که اینجا دادن، سه نمره را اختصاص میدیم برای تابلوی ورودی گذر، و همچنین تابلوی کوچه های فرعی را چهار نمره را اختصاص میدیم به خاطر از اینکه بعضی از کوچه ها گفتن تحت کار هست، و پلاک خانه ها هم سه نمره را اختصاص میدیم، تا اینکه باز ما یک برنامه دیگر را حتما روی دست داریم ببینیم و شاهد باشیم که همه این بخش هایی که ما گفتیم و کمتر نمره آوردن نمره کامل را بگیرن. میخوایم من در مورد نظافت گذر به صورت کلی از جناب وکیل سه بشنه. جناب وکیل سه، وضعیت
تنظیف و نظافت در گذر چگونه است؟ چگونه مدیریت میکنید؟ از نظر تنظیف انشالله رحمان اول خدا مشکل نداریم، چون که داخل جاده ما کست ما تنظیف خصوصی داره که هفته 3 مرتبه میایه امی زوالار میبره و تا جاده را جارو میکنه، جوی 4 مار پاک میکنه. ما از تنظیف خصوصی الحمدلله راضی هستیم، خدا اندر خیر بده. و در قسمت داخل منطقه سرحدیره کست باز ما یک تنظیفی داریم که این رای موتر نیه، چون کوچا پس کوچا زیاد داره. ما از این گری ها داریم که گری خود از این همون هفته سه روز به گری از دم خونه انتقال میده با پا موتر. باز از اینجا با موتر بار میکنه میبره. الحمدلله در این راستا مشکلی نداریم. بله، در قسمت جوی که من اشاره کردم، آیا از جوی هم گاهی وقت بالاخره مشکلات هست متوجه مردم یا نه؟ قسمت جوی که هست تا همین سالهای گذشته که بود، تا همین تقریبا 2 سال پیش، یعنی هر سال ما متضرر بودیم از این. شما این خونه رو که میبینید ساخته شده، اینا کلن اینا رو همین جو خراب کرده بوده. نه، به خاطر که سیل آماده بوده، هر سال کلن منطقه ما سیل میبینید. حداقل ما 7-8 تا خونه رو تخریب میکنه که ما هر سال ما به این مشکلات گرفتار بودیم. نه، و مسئولین الحمدلله یک قسمت از این پروژه سنگری که شما میبینید در زمان دولت پیشین بوده که این ساخته شده، و یک قسمت از این مونده بود که باز ما مراجعه کردیم به دولت امارات اسلامی که توانستن الحمدلله اونا هم پروژه ما به تکمیل برسونن و برای ما تعویض بدن. بله بله، در قسمت کار از جوی وقتی بارو چیز این مشکل ایجاد نمیکنه در رای مردم؟ چرا در وقتی که این جوی کار میشه در سال یک مرتبه جوی کار میشه؟ بله، فقط هم یک ماه که به سال نو میمونه جو خشک میشه، جو کار میشه. و همین آشکال از این کلن میرزن به بالا، میرزن به تعمیر را میرزن. نرسته دیگه، بازر خداوند خیر بده این مردم. بازم هر کدومه چون که دم خانه اینا کثافت زیاد میشه، باز این هر کدومه از اینا موتر میگیرم اما دم خانه خود پاک میکنم. از این نیه هم انشاءالله رحمان مشکل معلق هم. تشکر شما. در قسمت پاکی و نظافت گذر هم نمره کامل میگیرن، با وجودی که گذر قدیمی هست و گذری هست که واقعا باستانی هست و جای عبور و مرور ماشین هم نیست در بعضی از مناطق ازی، با آن هم در قسمت نظافت جدیت و کوشایی دارن. میریم و با بقیه این گذر با هم میبینیم. ما هنوز در نایه پنجم منطقه سرحدیره شهر هراتمون هستیم، اما در کنار آقای امیری مسئول شورای این منطقه. آقای امیری، میخواییم بدانیم از شما که کانال های گذر چگونه است؟ آیا کانال های داریم در قسمت آبای زفی، آبای که در قسمت باران ها اینا هست، در کوچه و جاده سرازیر میشه، اینا جای داره برای از که انتقال بشه یا نه؟ ولی ما کانال های داریم، یک کانال عمومی هست که می جوی نو هسته و کانال فری نداریم که از جاده بیایه که او ازی به داخل جوی نو بیایه. ولی در این قسمت تا با حال به مراجعه بکردیم به مسئولین زیرت، برای ما همکاری بگفتن که همکاری برای شما میکنیم. یعنی در این اقدام صورت گرفته، تا حال بودجه برای این اختصاص داده نشده. فعلا همین جوی نو که هست، تمام آبایی که از طرف جاده ها که میایه به داخل همین جو میایه، همین قسمت هرچه که به باران دگی هسته به همین جو سرازیر میشه، از همین جو انتقال پیدا میکنه میره به پین شهر. ولی در این قسمت ما همین جوی نوه که یک قسمت داریم برای نترهای سابقیه که اینجا که از اینجا چند جفک زمین آبیاری میشده، یک قسمت همین نتره و سر نتره ما میگین نتره که دو قلبه، یک قلبابا یک قلبه باغشای که از این قسمت آبیاری میشه چند جفک زمین که این قدامت تاریخی داره. بله، بیش از زمان از این کمی جو ساخته شده این قدامت از اینه. و انتهای جوی نگفتیم به کجا میره یا آخر از این؟ آخر از این میره به قریه ایساق سلیمان میره، به مو آیشای قریه ایساق سلیمان میره، به اونجگاه به کانا به مو جوی چای هست تقسیم میشه، اونجگاه آبیاری میشه یه اوگوم میشه. بسیار خوب، تشکر از شما. در قسمت کنگریت کوچه ها میشه معلومات بدین؟ آنچه ما در این مسیر آمده ایم با امرای همکارا، ما مشاهده نکردیم زیاد جاده و کوچه که دیدیم بیشتر خامه بود و کنگرت نبود. آیا همه کوچه ها کنگرت ندارن؟ یک برخی از این کوچه ها برخی از این کوچه ها توسط خود مردم پول شخصی کنگرت شده که اونا در شمال جادی ازدیه و کوچه ها اینا به سال 1400 بودیجی بیاماده بود که ای به تصویب نرسید. دولت
جمهوریت بوده که نرسید به تصویر. دوباره ای تمدید کردن که اگر خدا بخواه، الله بخواه، تصویر بشده، یعنی سروی بشده، سایه کروکی بشده، ان شاء الله به زودی اسپارت میشه. تشکر از شما. در بس کنگره هم سه نمره رزان خود میکنیم منطقه و کانال های گذر هم همچنین. امیدواریم که از این نیه هم مشکل مردم برطرف بشه. میریم و با هم بقیه گذر میبینیم. بله بیننده از سنت گرامی، در نایه پنجم منطقه سرحدیره ولایت هرات ما در قسمت روشنایی هم اقدامات را ما مشاهده کردیم. میخوایم از زبان وکیل سه بیشتر بشنویم. در قسمت روشنایی جاده هست، ما سابق جاده ما خیلی تاریک بود که بیخی و همین جاده اگر شو شما تیر میشدین جلوی پا خودم نمیدیدین، لیکن باز به ابتکار همین مردم اهالی منطقه از بودجه شخصی خود توانستن که به تعداد 65 پایه از این چراغای LED و 65 ستون ما بتونستیم که تا فعلا برقدار بکنیم که الحمدلله مشکل ما تندازی رفع شده و کوچه های فرعی را انشاءالله رحمان در پلان داریم که به زیدترین فرصد الحمدلله انشاءالله ما اینا را تکمیل بکنیم کار از این به پایان برسیم. بسیار عالی. اون چی که ما مشاهده کردیم در قسمت بحث روشنه کوچه ها پنج نمره را میگیرن، هرچند در بعضی از کوچه ها را ما شاهد بودیم که هنوز هم نیاز هست که بالاخره کار شه، ولی وکیل صاحب خود نابدون داریم و سوال کنم پلان بعدی خود گفتن به دو خاطر از او کم نمی کنیم و آنچه که شاهد هم هستیم داره می بینیم که در اینجا در لیدیا نصب شده. در قسمت عقب نشینی ما بعض مناطق راه رفتیم با شما در گذر، بسیار جای تنگ و چی بود، آیا عقب نشینی پلان رو از این نداشتین و یایی که این ساخت صدا از قدیم بوده؟ در قسمت عقب نشینی های کوچه ها کست ما از فلکه تانگ مولایی سب که می آمدیم الا 64 متر ختم گذر ما بودد، جاهای دشت که باور کنیم اگر خور یک بغله تیر می شدن که به جون افتیم و به دیوال نخوره، یعنی هیچ پیادره و یتنه بود؟ پیادره و یتنه وجود نداشتد. الحمدلله از این نایه ما مشکل ما رفع شده، طوری که خود شما چشم دید دشتیم بدیدیم که خود شما بیامدیم و این جگاه که موتر حال فعلا موترهای خاور موترهای کلون میکنه از فلکه تانگ مولیز و حرکت کنه از 64 متر بین منطقه ما عبور کنه. درسته. و جایی که اگه نیاز باشه برای عقب نشینی یا ساختمان‌های قدیمی باشه که ما در مسیر دیدیم، آیا برای از اینا توصیه و تاکید میکنین که عقب نشینی انجام بدن یا نه؟ اینا کلا عقب نشینی شده، فقط یک مشکل ما دارن در یک منطقه که یک خانه که او را ما انشاءالله رحمان برای از او تا یک اندازه یک مقدار پول جمع‌آوری کردیم که برای از او اگر خواست خدا باشه یک چوکی زمین یک جای ما تهیه کنیم بخریم که او را چی کنیم عوار کنیم که انشاءالله از این نهایه در کل ما چیز باشه، خاطر جمع باشه. خاطر جمع باشه. بله. در قسمت عقب نشینی هم برنامه خوبی دارن و کم نمی کنیم و پنج نمره را اختصاص میدیم. میریم و بقیه گذر سرحدیره نهایه پنجم هرات رو میبینیم. موجودیت مراکز آموزشی و ورزشی یکی از موضوعات بسیار مهمی هست و یکی از معیارهایی هست که در برنامه خودم مثلا گنجانیده شده، اما برای ما معلوم نیست که آیا در منطقه سرحدیره نهایه پنجم هرات هم از این رفاهیت مردم بهره میبرند یا نه. جناب وکیل صاحب، بحث موضوعات آموزشی و ورزشی چگونه است در منطقه شما؟ در تدریس اولادا خود ما در این منطقه مکتب متاسفانه نداریم. بله. تا فعلا نه. در دوران جمهوریت که بود اینجا یک چند چکه زمین بود که مربوط به ریاست اجوقاف بود که ما برای از او اقدام کردیم و دو دفعه حتی ما به کابل رفتیم و متاسفانه کسی جوابگویی برای ما نکرده و فعلا هم دولت امارات اسلامی که آمده برای ما وعده های دادن، ما یک استشهادی هم جور کردیم بابت همین زمینا که انشاءالله رحمه برای ما وعده کردن که قرار بریم پیش جناب والی سه بریم که برای ما یک مکتب در نظر بگیرن. بله. از نگاه ورزش هم که هست ما کلاب های ورزشی داریم به منطقه خود. بله. تقریبا 20 تا کلاب داریم که کلاب های رزمیکاری هست و بدنسازی هست. از نگاه ورزشی انشاءالله رحمان چیزی کم. بله. تشکر از شما و چهار نمره اختصاص میدیم، امیدواریم که دادخواهی شما نتیجه بده و ما روزی بیم شاهد باشیم که اینجا مکتب سنگ تداب گذاشته بشه و ایجاد بشه. در قسمت بحث
میخواییم که فضای سبز صحبت بکنیم. این مردم چقدر علاقمند هستن برای ایجاد فضای سبز و چقدر شما راضی هستن از این قضیه؟ در ارتباط به فضای سبز هم الحمدلله خوبه، تقریبا مردم خیلی علاقه دارن به این کار. هر سال وقت نوالشونی که میشه توصیه ما برای مردم همینه که در هر کس در مقابل خونه باید دانه نهال قرض کنه که بعضی ها برادر ها شما میبینید که چیشون دید خور که نصب کردن داریم الحمدلله از نیم تندازی مشکل ما رفت انشاءالله. بله تشکر از شما. و در قسمت فضای سبز هم 4 نمره را اختصاص میدیم. میریم و با هم دیگر بقیه این گذر را مشاهده میکنیم. علی بینیدوی از اونیت کرامی، در قسمت فهرست محرومان و افراد نیازمند در گذرها، بعضی از گذرها متاسفانه افراد نیازمند و مسکین بیشتری دارند و برای ما معلوم نیست که در سرحدیره این وضعیت چگونه است. از زبان وکیل صاحب گذر میشنیم. در قسمت محرومین که است در منطقه سرحدیره متاسفانه مساکین و فقرا خیلی زیاد داریم ما. که همه فکر کنیم بالای شاید بالای 200-300 فامیل باشه. در شرایط فعلی هم شما میفهمید کلن مردم 80% مردم زیر فقر قرار دارد. در قسمت ما خیلی مشکلات زیادی داریم و تا به یک اندازه توانستیم تقریبا به اندازه اگه 200 یا 300 خانه ما توانستیم که اینا رو شناسایی کنیم به همکاری شوراهای منطقه خود که برای از اینا کارت توزیع شده از طرف مؤسسه WFP. تقریبا در حدود 300 کارت ما توزیع کردیم و باز هم در این راستا ما مشکل های داریم که تقریبا دمی فعلا ما که هنوز در دیواره کمک کارت چیزی برای ما اختصاص داده نشده بیش از 200-250 فامیل دیگه دیواره باز ما با تونستیم اینا رو ثبت کنیم که یک وقت اگر برای ما احیانا کمک چیزی میایه تعداد ما آماده باشه، کارا ما روی دست باشه. بله تشکر از شما. در قسمت فرست محرومان هم برنامه روی دست دارن اما بسنده نبوده. امیدواریم که نهادهای مددرسان توجه بکنن و 3 نمره را اختصاص دادیم در این بخش. میریم و با هم دیگر بقیه این گذر هم مشاهده میکنین. البته در لحظات اخیر برنامه هم داریم نزدیک میشیم. به پایان یکی دیگر از برنامه خودم میسازم رسیدیم. البته این برنامه را پیشتر خدمت شما عرض کردم که در نایه 5 شهر هرات به گذر سرحدیره یا گذر جیک در خدمت جناب آقای عظیمی بودیم. گذر جیک مطمئنن شما از آن هم منتظر هستین که بشنوین چند نمره گرفتن یا گذر سرحدیره. 71 نمره را از آن خود ساختن که من تبریک میگم برای مردم این منطقه و همچنین برای وکیل صاحب گذر که زحمت میکشن و در خدمت مردم هستن. جناب وکیل صاحب نظر شما رو به صحبت اخیر شما رو میشنوید. بگم برنامه نداریم، صحبت ما همینه که وقتی میگیم خودم میسازمت باید شعار نباشه، در عمل پیاده کنه که خودم میسازم. ماشاءالله. حرف آخر معنی. بسیار عالی و بسیار زیبا. تشکر میکنیم از همراهی تک تک شما عزیزان. ان شاء الله که خودم میسازمت شعار نه، عمل برای همه ما باشه. طوری که جناب وکیل صاحب گفتن. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر که باز من احمد یار و همکارانم به خدمت شما عزیزان باشیم، شما را به خدا یکتا میسپاریم. وقت خوش، خدا نگهدار.